چینی ها یکی از عجیبترین رسم و رسوم ها و فرهنگ ها رو دارن، مثل پلیس هایی که قاز هستن و پختن تخم مرغ با ادرار پسران مجرد. در این ویدیو 10 تا از چیزهایی که باور نمی کنید توی چین اتفاق می افته رو خواهیم دید. پلیس قازها، شاید باورتون نشه اما در چین قازها پلیس هستن. قازها از نظر تاریخی بیشتر از 3000 ساله که توی چین اهلی شدن و پرندگان بسیار باهوش و حساسی هستند که میتوانن صداها و رنگهای مختلف رو تشخیص بدن. پلیس قازها در سال 1989 در شهر شینیانگ شکل گرفته. پلیس 120 تا قاز رو خرید و اونا رو آموزش داد. قازها به گروه‌های 15 تایی تقسیم شدن و توی نقاط مختلف شهر تقسیم شدن. اونا با لباس‌های رنگی و شناسنامه‌های مخصوص مجهز شدن و با پلیس‌های انسانی همکاری کردند. اونا میتونستن با صدای بلند و بال زدن از جرم و جنایت یا حادثه های ترافیکی خبر بدن. اونا حتی میتونستن با استفاده از حس بویایی خودشون مواد مخدر یا مواد انفجاری رو شناسایی کنن. واقعا چینی ها خیلی عجیب و جالبن. عجیب ترین قوانین سربازی توی چین، نظم یک اصل مهمه، به طوری که روی یقه سربازها یک سنجاق میذارن که اگه سرشو خم کنه اون سنجاق تنبیهش کنه. این تنبیه برای اینه که اطمینان حاصل بشه که سربازها نظم و هوشیاری خودشون رو حفظ کنن. برای همینه که چین یکی از منظمترین و با انسجامترین ارتش‌ها در دنیا رو داره. شیوه های عجیب آشپزی. یک رسم عجیب در چین وجود داره، اونم اینه که ادرار پسران مجرد رو جمع می کنن، روی تخم مرغ ها می ریزن، بعد می جوشوننشون. این یک سنت قدیمیه که از قدیم تا حالا در بسیاری از روستاها انجام میشه. پس اگه یه موقع به چین سفر کردید، مواظب تخم مرغ خوردن خودتون باشید. شلوارهای عجیب کودکان. تربیت کودکان در چین خیلی عجیبه و ریشه در فلسفه سنتی چینی داره. اکثر کودکان در چین شلوارهایی میپوشن که از عقب پاره هستن. هدف از این کار اینه که کودکان یاد میگیرن حرکات روده خودشون رو از سنین جوانی کنترل کنن. اسم این شلوارها اسپلیته، در حالی که استفاده از شلوارهای اسپلیت در مناطق شهری کمتر رایجه، اما این عمل هنوز در بخش‌های زیادی از روستاهای چین رایجه. چرت زدن کارمندان اجباریه. خواب بعد از ظهر در چین ووکیشو نامیده میشه و یک چیز کاملا عادیه. اگه بعد از ظهر یک سفر کوتاه به کارخانه یا اداره ها در چین برید، حتما افرادی رو میبینید که روی میزهای خودشون خوابیدن. برخی از کارمندان حتی بالش های مخصوص چرت زدن و ماسک های چشم هم با خودشون میارن. حتی برخی از اداره ها اتاقهایی رو برای چرت زدن در اختیار کارمندانشون گذاشتن. حتی علم هم اینو ثابت کرده که یک چرت کوتاه مدت در بعد از ظهر میتونه هوشیاری و بهره‌وری و خلق و خو رو افزایش بده. زباله هایی که رودخانه ها رو قرمز میکنن. چین یکی از زیباترین رودخانه ها رو داره، اما این شگفتی های طبیعی توسط انسان ها در امان نبودن. صنعتی شدن خیلی از این رودخانه ها رو تحت تاثیر قرار داده. در سال 2012 بخشی از رودخانه یانگتسه که یکی از طولانی ترین رودخانه های چینه، یک پاره به رنگ قرمز در اومد. علت اون تخلیه غیرقانونی زباله های صنعتی بود، برخلاف قوانین و مقررات سختگیرانه در چین. اما باز هم تخلیه غیرقانونی یکی از مهمترین مشکلات در چینه. این رنگ قرمز فقط یک تصویر هشدار دهنده نیست، بلکه نشان دهنده وجود مواد شیمیایی سمیه که اکوسیستم رودخانه را از بین میبره و آبزیان و منابع آب رو آلوده میکنه. آداب غذا خوردن. هر فرهنگی آداب غذاخوری منحصر به فرد خودش رو داره که منعکس کننده سنت‌های تاریخی و هنجارهای اجتماعی در اون کشوره. در چین
قاشق و چنگال وجود نداره و همه غذاها باید با چاپستیک خورده بشن. استفاده از چاپستیک هم آداب خاص خودش رو داره. برای مثال نباید با چاپستیک بازی کرد یا حتی نباید با اون به کسی اشاره کرد. حتی چاپستیک را هم نباید در غذا فرو کرد چون که نشانه بی احترامی و بدشانسیه. چینی ها در میزهای دایره ای غذا می خورند. در برخی از کشورها سر و صدا کردن هنگام غذا خوردن نشانه بی ادبیه، اما چینی ها معتقدند که سر و صدا کردن هنگام غذا خوردن نشانه لذت بردن از غذاست. دیدن والدین سال خورده اجباریه. احترام به والدین و بزرگان در چین یک سنت جا افتاده است. در سال 2013 یک قانون جالب در چین تصویب شد که توی اون کودکان و بزرگسالان رو ملزم کرد که به طور منظم باید با والدین خودشون ملاقات کنن. نوجوان‌ها و جوان‌ها باید به طور منظم از والدین خود که بالای 60 سال دارن ملاقات کنند و نگهداری کنند. سهلنکاری در این کار باعث مجازات هایی میشه که شاید حتی به زندان هم بیفتن. حمل و نقل های عجیب. چین پر جمعیت ترین کشور جهانه و خیلی از کالاها در دنیا توسط چینی ها تولید میشه. اما یک نکته جالب اینه که اگه به چین سفر کرده باشید حتما به این مورد برخورد کرده ای که تمام وسیله های نقلیه بارهایی بسیار سنگین‌تر از حد تعیین شده حمل می‌کنند. این کار خطرهای قابل توجهی به همراه داره که منجر به افزایش تعداد تصادفات جاده‌ای میشه. اجاره عزادار. رسم اجاره عزادار در چین یکی از عجیب‌ترین و قدیمی‌ترین سنت‌هاست. این رسم به این معنیه که خانواده‌هایی که عزیزانشون رو از دست دادن، افرادی رو که حرفشون عزاداریه اجاره می کنند تا در مراسم تدوین و سوگواری اونا کمک کنند. این عزاداران معمولاً زنانی هستند با لباسهای سیاه و سفید، چهرههای آرایش شده و موهای پریشان و صداهای بلند که با گریه، فریاد و زاری و سرودهای غمگین مرگ و زندگی فقید رو توصیف می کنند. برخی از این عزاداران حتی حرکات عجیبی مثل خودسوزی، خوردن خاک، شکستن ظروف هم انجام میدن تا احساس خودشون رو نشون بدن. امیدوارم این ویدیو برای شما سرگرم کننده بوده باشه و شما رو در ویدیوهای بعدی هم ببینیم.